شرکت فرانسوی هلندی ایر فرانس KLM توانست در سه ماه دوم سال میزان بدهی های خود را کاهش دهد. با این وجود دومین شرکت هوایی اروپا در نظر دارد برای پرداخت بدهی هایش با اعمال برخی اصلاحات تا پایان سال 2014 دو میلیارد یورو صرف جویی کند. مدیر اجرایی شرکت میگوید بدهی های ما که تا پایان سال 2008 2.5 میلیارد یورو بود در پایان سال 2011 به 6.5 میلیارد یورو افزایش یافت اگر نتوانیم این مسیر را تغییر دهیم باید منتظر نتایج بسیار ناخوشایند آن در آینده باشیم بر اساس برنامه‌ای که از سوی مدیریت ایر فرانس ارائه شده این شرکت برای صرفه جویی 20 درصدی در هزینه بیش از 5000 پست را حذف خواهد کرد چیزی که مورد مخالفت اتحادیه نماینده تادیه خلبانان ای فرانس میگوید فکر میکنیم این طرح کاملا بیفاید است به این دلیل که در پشتان یک پروژه عملی صنعتی قرار ندارد بنابراین به خروج از بنبست اقتصادی و تجاری کنونی کمک نمی کند. در صورت عملی شدن برنامه اصلاحات شرکت می تواند تا پایان سال 2014 بیش از دو میلیارد یورو از بدهی هایش را پرداخت کند. خبرنگار یورونیوز در پاریس میگوید، آینده شرکت به اجرای طرح بازسازی بستگی دارد شرکتی که تا چند سال پیش بزرگترین شرکت از نظر حجم معاملات بود اکنون در اوج مشکلات اقتصادی است